اگه دنبال یه غذای خوشمزه بدون گوشت هستی، این یه گزینه مناسب برای شام امشبته. بریم با هم یتیمچه درست کنیم. غذایی که من درست کردم مناسب برای 5 نفره با کم و زیاد کردن مواد به تعداد خودتون این غذای خوشمزه رو تهیه کنین. من از 3 تا بادمجون تقریبا بزرگ استفاده کردم. میتونین از بادمجون های کوچیکتر و قلمی استفاده بکنین و به صورت حلقه‌ای درستش بکنین. ولی بادمجون های من چون سایز دلمه‌ای داشتن، من به این صورت خوردش کردم. من یتیمچه رو برای شامم آماده کردم و تقریبا ظهر این غذا رو آماده کردم و به بیرون رفتم. وقتی که بیرون رفته بودم تمام حواسم پیش این بودش که سریع‌تر برگردم و این غذای خوشمزه رو بخورم. شما هم مثل من غذاهای گیاهی دوست دارین؟ بادمجون ها رو داخل یه ظرفی می‌ریزیم و بهش نمک اضافه می‌کنم و روش آب می‌ریزم تا هم تلخیش گرفته بشه و هم روغن کمتری جذب بکنه. تو رسیپی اصلی یتیمچه کدو نداره و فقط با گوجه و بادمجون درست میشه. اما از اونجایی که من عاشق کدو و بادمجون هستم، من بهش کدو اضافه میکنم و خیلی هم البته این کار رو انجام میدن. اگر دوست داشتین که به یتیمچه‌تون سیب زمینی اضافه کنین، به این صورت سیب زمینی هاتون رو خرد کنین. هیچ اجباری در اضافه کردن سیب زمینی به این غذا وجود نداره. از یه دونه پیاز نگینی شده هم استفاده می کنم تا طعم و لعاب خوشمزهی به این غذامون بده. بادمجون ها رو داخل روغن داغ می ریزم و سرخشون می کنم. در تابره که بذارین و بخار بندازه مغز پختم می شه. اگر مثل من عاشق غذاهای گیاهی هستین، طرز تهیه کوکوی کدو سبز رو هم براتون قرار میدم، از دستش ندین. من همه موادامو جدا جدا سرخشون میکنم و کنار میذارم. میتونین کدو رو به بادمجون هم اضافه بکنین و با هم سرخشون کنین. بادمجون همون که سرخ شدن از تابه خارجشون میکنم و پیاز رو توی همون تابه سرخش میکنم. این غذا به خاطر اینکه گوشت نداره و سبکه خیلی مورد علاقه منه، ولی اگر خواستین به صورت مجلسی هم سرو کنین، بعضی جاها یه مقداری گوشت آب پز شده هم کنارش قرار میدن. من 2 تا پیاز کوچیک رو هم به این صورت خرد کردم، جداگانه سرخشون میکنم. اینجوری خیلی بیشتر دوست دارم که به یتیمچه‌ام اضافهش کنم. سه حبه سیر رو هم ریز خوردش کردم، همراه با پیاز تفتش میدم. مقداری زردچوبه و فلفل سیاه تو این قسمت بهش اضافه میکنم. بعد هم گوجه های نگینی شده رو بهش اضافه میکنم، با هم تفتشون میدم. حالا به ترتیبی که میبینید، موادی که از قبل جداگانه سرخشون کردم رو
توی یک تابه با هم دیگه مخلوطشون میکنم. آخر کار پیازهایی که به این صورت سرخشون کرده بودم رو بهش اضافه میکنم. نصف لیوان آب اضافه میکنم. در تابه رو میذارم تا کاملا بپزه و بخار پز بشه. این غذا باید به این صورت سرو بشه و اصلا آبدار نباشه. به روغن که افتاد یتیمچه ما حاضره. از طعم خوشمزه و سبکش بهتون نمیگم که حتما درستش کنید و کنار خانواده لذتشو ببرید. مثل همیشه از حمایتهای بیدریق شما سپاسگزارم. ممنونم به کانالم اومدین. خدا نگهدار.